با درودی متواضعانه خدمت شما بینندگان تلویزیون اندیشه، برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو با شما عزیزان آغاز میکنم و تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستم. همونطور که دیگه تا حالا در این چند سال میدونید، ما در این برنامه روانشناسی خودمونی به دردهای خودمونی میپردازیم و به اون مشکلات و مسائلی که به صورت جمع هممون ازش آسیب میبینیم یا آسیب میزنیم. یکی از مباحثی که حداقل برای ما روانشناسا بسیار بسیار شناخته شده هست و از یک طرف برای ما سود مالی داره، ولی از یک طرف دیگه ضرر روحی عاطفی داره. حالا اینو توضیح میدم. سود مالیش به این دلیله که بسیاری از مسائلی که در خانواده ها تولید میشه و لذا به مطب به ما میاد از این عامل سرچشمه میگیره، این سود مالیشه که خب کار ما رونقه. ضرر معنویش اینه که ما شاهد آسیب نسل گذشته بر نسل کنونی و احتمالاً نسل آینده هستیم، و چون به عنوان یک روانشناس حداقل تعهدمون این هست که تا جایی که میتونیم به کیفیت زیست انسانها در شکل فردی و در شکل جمعی کمک کنیم، خب اذیت زیادی رو شاهد هستیم که نسل گذشته با باورهای خودش، با فرهنگی که براش آشنا هست، بدون توجه به تغییراتی که دنیای کنونی باش مواجهه، بر نسل حاضر میزنه. بله، درست حد زدید. از موضوعی میخوام صحبت کنم که دخالت مادر پدرها در زندگی جوانان و تأثیر تخریبی که بر زندگی زناشویی جوانان میگذاره و لذا موجب از هم پاشیدگی خانواده ها میشه و یک نسلی که احتیاج داره زیر چتر امن خانواده مادری و پدری خودش بزرگ بشه پریشان میشه. اگرچه مادر بزرگ پدر بزرگ ها هم ادعا میکنن، هم شاید واقعیت داره که عاشق نوه هاشون هستن، ولی گاهی اوقات به دلیل کمدانی و نادانی قفلت میکنن از اینکه دخالت های اونها یا تحمیل کردن معیارهای ارزشی و باورهای اونها به زندگی پسران یا دخترانشون سبب میشه که اون انسجام زندگی زناشویی از بین بره و پریشان حالی که باقی میمونه برای همون نوادگانی هست که اونها شدیداً دوست دارن. امروز این موضوع رو به بحث میذاریم و خوشبختانه در کنار من امروز روانشناسی هست که 15 ساله با خانواده های ایرانی کار میکنه و در این مورد تجربه داره. روانشناسی هست که بورد تخصصی داره از ایالت کالیفرنیا و دکترای خودش رو در روانشناسی گرفته و این مهمان عزیز من امروز خانم دکتر فریبا شریفی هست که متاسفانه به دلیل اینکه خیلی خودش رو مارکت نکرده در جامعه ایرانی یا برخلاف کسانی که مدرک معتبر ندارند، روانشناس نیستند یا بورد سرتیفاید نیستند، ولی با بوق و کرنا خودشون رو به صورت روانشناس به جامعه ایرانی معرفی کردند و کسب و کارشون هم رونق بسیاری داره، ایشون از این قبیله نیستند و من در برخورد شخصی خواستم که ایشون رو به جامعه معرفی کنم تا بتونه مردم از تخصصشون استفاده کنن، به خصوص که ایشون بیمه ها رو هم میپذیرند و من چون خودم بیمه ها رو نمیپذیرم همیشه دنبال متخصصینی میگردم که کارشون رو بلد باشن و ضمناً بیمه رو بپذیرن. خانم دکتر شریفی، به برنامه من خوش آمدید و موضوع ما همطور که میدونین دخالت مادر بزرگ پدر بزرگا در زندگی بچه ها و تأثیر منفی اون.
این گویا این میدان در اختیار شما. خیلی متشکرم از شما خانم نهضت فرنونی، ممنون از لطفتون که منو اینجا دعوت کردین امروز در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. یک افتخار خیلی بزرگیه که من اینجا در خدمت شما هستم. ممنون از لطفتون. خب مادر بزرگ پدر بزرگا چجوری زندگی جوونا رو خراب میکنن، بعدم ادعا میکنن که از روی عشق این کارو میکنن؟ بله همینطور که گفتین امروز میخوام یه مقدار صحبت بکنیم راجع به تأثیر پدر و مادر بزرگ ها روی خانواده ها و اون دخالت فامیل و خویشاوندان در زندگی زناشویی. دیروز یه مقدار دنبال آمارها نگاه میکردم که خیلی آمارها متفاوت بود از هم دیگه، ولی یه چیزی که کلن پیدا کردم این بود که 60% از زنان با مادر شوهرهای خودشون مسئله دارن و حدود 15-20% از مردان با مادر زنهای خودشون مسئله دارن، که این خیلی جالب بود برای من که فکر میکنم این فرهنگ با این فرهنگ آمار آمریکاست ها. آمار آمریکاست. بله. دقیقاً. بله. من فکر میکنم توی فرهنگ ما و فرهنگ شرقی این خیلی بیشتر از اینا باشه. یکی از دلایلش هم اینه که پسرا معمولاً شازده طلای مادران و احتمالاً عروسا از این مسئله خیلی خوشنود نیستن. نه. و دخترام شازده خانوم مادراشونن. نه. و احتمالاً شوهرها از این مسئله خوشنود نیستن. این آمار حتما در جامعه ایرانی بالاتره. بالاتره. بله من هم همین فکر میکنم. بله ولی به خاطر شاید این، حالا من گفتم که یه مقدار برگردیم تاریخچه اینو اصلا ببینیم که این به چه صورتی در ایران کار میکرده 60 سال، 70 سال، 100 سال قبل به این صورت بوده که پدر و مادری یه دختری رو انتخاب میکردن برای پسرشون و میرفتن خواستگاری، یا اینکه از قبل تصمیم میگرفت که همچین آدمی وارد زندگی اینا بشه، یه دختر 13، 14، 15، 16 ساله یواش یواش میآوردنش توی خونه. معمولا مادر خودش بزرگش میکرد. بله خودشون بزرگش میکردن و مادر شوهر میشد قدرت اصلی خونه و دیگه پدر شوهر دیگه در کنار مادر شوهر و عروس هم بچه میزایید. بله عروس هم بچه میزایید و دیگه کنترلش میکردن و این اینطوری بزرگ میشد. ولی الان خوشبختانه باید بگم که دیگه این مسئله تا حدود خیلی زیادی گذشته، به خاطر تحصیلاتی که کردیم، به خاطر اینکه سن بالاتر ازدواج و همینطور دانش مردم، ورود زنها به زندگی اجتماعی و تخصصی احتمالا، دقیقاً رشد انسانها و یه مقدار تأثیر جامعه غربی به خاطر مهاجرتی که به این جامعه کردیم، این یه مقدار تغییر پیدا کرده. البته من با کارم با الدری یه مقدار سالمندان هست، وقتی با آشون صحبت میکنم تقریبا همه این مسیر رو گذروندن، 13-14-15 سالشون بوده ازدواج کردن، اومدن توی اون خانواده بزرگ شدن و از مادر شوهرشون تا روزی که زنده بوده نگهداری کردن. بعد حالا ناراحتن که عروسا چرا دم دارن. بله دقیقاً. به من گفتن که من باید اجازه بگیرم وارد خونه عروس بشم و پسر، خیلی از پسرهام من میبینم که هم واقعا همینطور هستن. توی کاپل تراپی من دو نفر رو میدیدم، شوهر میگفتش که اینجا خونه منه، ما مادر من هر موقعی که دلش بخواد و تا موقعی که میخواد باید بتونه بیاد توی این خونه. و وقتی که بهش گفتم نه عزیز من، اینجا خونه شماست و خونه زنته و خونه بچه هاست و هر موقعی که هر دوتاتون تمایل داشته باشین ایشون باید تشریف بیارن خونه شما، یک نگاهی به من میکردن مثل اینکه من از کره مریخ اومدم مثلا یک چیز عجیب غریبی رو دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم. بله این یک مسئله بزرگیه. این جالبه که خب منم مثل شما سالهاست با این مسئله زناشویی و اینا
در ارتباط هستم. عجیب ترین قصه ای که من در طول زندگی شغلیم دیدم این بود که یک خانومی یک بار آمد آفیس و گفت که دکتر فرمودی من نیومدم اینجا که رابطه زناشویی مدرس کنم، من اومدم اینجا که قطعا تصمیمم برای طلاق گرفتم، فقط میخوام شما به من کمک کنین، من چجوری این بچه ها به بچه ها چجوری این خبر رو بدم که کمترین آسیب رو بخورن. من گفتم خب من شنیدم شما رو، ولی دوست دارم ببینم چه چیزی شما رو به این نقطه رسوند، دوست دارم اگر مایلی قصتو برام بگی. گفت نه دکتر فرندی، اصلا گفتنش هم برام اذیت آوره، نمیخوام، واقعا کمکی نمیکنه به هیچ چیز. گفتم میل خودته، ولی من هنوز علاقمندم. به خنده گفتم بذار من به آمارم اطلاعات جدیدی اضافه بشه و اینا. گفت من با همسرم فقط ازدواج نکردم، همسر من یه زن قبلی داشته به نام مادرش که بعد منو گرفته و من مجبور بودم با این هوو که قدرت زیادتر از منم همیشه داشته زندگی کنم. گفتم که چرا؟ گفت برای اینکه پدر شوهر من فوت کرده بوده و مادر من با پسرش زندگی میکرده و بعد که برای پسرش خواسته همسر بگیره و اینا. گفتم خب چه نوع دخالت های اون تو رو اینقدر اذیت میکنه؟ گفت فقط آخرینشو میگم که دیگه جزئی ترینشو نگم. خانم دکتر، مادر شوهر من به بهانه اینکه میترسه شبها از یک شنبه شب دوشکشو برمیداره میاره تو اتاق خواب ما و گوشه اتاق خواب ما میخوابه تا جمعه شب. جمعه شب دوشکشو برمیداره میره، بنابراین ما جمعه و شنبه اتاق خوابمون خصوصیه. و وقتی من بهش گفتم که من نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم، گفته هان تو میخوای هفت شب سکس داشته باشی پسر من بیفته بمیره؟ یعنی حتی جیره سکس این پسر دست مادرشون. و من اول که خب باور نمیکردم، ولی که بعد که همسر اومد گفتش که بله اینطوریه، ولی نه به خاطر نمیدونم سکس، بلکه مادر من واقعا میترسه. اون دو شبی هم که تختشو دوشکشو برمیداره میره اتاق دیگه، واقعا داره سکریفایز میکنه، داره فداکاری میکنه و تا صبح خوابش نمیبره. و واو، بله، فکر میکنم از این دیگه تو نداشتی. نه تو که تا این حد نداشتم، تا این حد نداشتم. خب مال شما رو بیشتر موقعی که اومدن خونه موندن برای مدت ها، دخالت های زیاد در تربیت بچه ها، دخالت های زیاد در اصلا سازمان دهندگی آشپزخونه، این که ادویه ها رو کجا باید بذارن، نمیدونم ظرفا کجا باید باشه، کارت چنگالا کجا باشه، این عروس که اصلا خانه داری بلد نیست، این عروس میره قاب دستمال میخره میاره، خانم دکتر ما چادر کهنمون رو میبریدیم قاب دستمال میکردیم، اینا الان پول این پسر رو مثل میریزه دور، نمیدونین چقدر قضا تو این خونه دور ریخته میشه. من هی میگم خب آخه خانم عزیز، این زنیه که پسرت انتخاب کرده دیگه، تو رو سنه نه. بله. بعد میگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ بله، یه چیز خیلی خیلی جدیدیه وقتی راجبش صحبت میکنیم که باید این باندریا درست بشه، یه مقدار باید به خانواده اون تسلط رو داده بشه که اون شکلی که خودشون میخوان زندگیشون رو بچرخونن واقعا براشون تعجب آوره و نمیتونن این مسئله رو. بله، هم شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. خب این مادرها الان نسل همون عروسای جوونی هن که تا وقتی که مادر شوهر زنده بود اینا اختیار نداشتن، و الان که میان میبینن که بچه هاشون
یعنی عروساشون از روزی که عروس میشن میان تو خونه میگن شما اگه میخوای بیای خونه ما باید تلفن کنی، نمیدونم ما وقت خصوصی میخوایم یا سفر داریم میریم، معنی نداره شما دنبال ما بیاید و این مسئله، یا شما به غذایی که ما به نواهامون به بچه هامون میدیم چی کار دارین. خب این مسئله یه شیفت سریعه در یک حوزچه فرهنگی که هنوز رسوب نکرده. دقیقا. نه؟ دقیقا. و تنها مسئله مادرها نیستن، پسرها هم هنوز نتونستن اون بند عاطفی رو پاره بکنن و از مادر خودشون رو جدا بکنن. من توی کسایی که میان پیش من برای مشاوره قبل از ازدواج بهشون میگم که حتما شما باید این کار رو انجام بدین بعد قبل از اینکه ازدواج بکنین. اگر که نتونستین اون بند ناف عاطفی رو پاره کنین و خودتون رو به صورت مستقل و ایندیویدوال ببینین، اون موقع خیلی زندگی براتون مشکل میشه، نمیتونین اون زندگی دو نفری رو شروع بکنین. و این تنها مسئله پسرها نیست، مسئله دخترها هم هست. بله با خیلی مادرشون. با مادرشون. بله. بله مادر هستش که دستور میده الان باید چه کار کنی، با پسرت چه جوری رفتار بکنی، الان دخترتو باید اینطوری بزرگ بکنی، اینجا نفرستش، این بابا جان شما باید خودتون با شوهرت تصمیم بگیرید، مادر برای چی این وسط دخالت میکنه. بله اون هم باز یک مسئله خاص خودشو داره. یکی از چیزهایی که خیلی به خصوص پسرا با همسران جوانشون مسئله پیدا میکنن اینه که پسرا مثل که هیچ غذایی رو جز غذای مامان پز دوست ندارن. و اصلا این موضوع مثل که به اعتماد به نفس، به دیگنیتی، به غرور همسران جوان خیلی برمیخوره. خب اکثر همسران جوان شاغلم هستن، اینا مدرسه رفتن، درس خوندن، آشپزیشون مثل اون مادری که از 16-17 سالگی آشپزی کرده که نیست، ولی زحمت خودشونو میکشن. بعد میان سر میز شام، شوهر یه قاشق میخوره میگه این مزه قرمه سبزی مامانمو نمیده. دواها از اونجا شروع میشه. بله دواها از اونجا شروع میشه که به خانم بر میخوره که چرا اصلا همچین حرفی رو میزنی، اگر که قرمه سبزی مامانتو دوست داشتی خوب بود پیش مامان جونت بمونی. بله بله. خب در این موارد به نظر شما راه حل های موثر چی چیه؟ به نظر من همونطوری که گفتم دختر پسرها باید قبل از اینکه ازدواج بکنن اون بند روانی رو برای خودشون پاره بکنن و خودشون رو به عنوان فردی مستقل ببینن قبل از اینکه وارد اون زندگی زناشویی بشن. و پدر مادرهای عزیزم میدونم خیلی براشون مشکله، یک عمری اونطوری زندگی کردن و اون شیوه زیستن رو یاد گرفتن، ولی الان باید یه مقداری بتونن اون انعطاف پذیری رو در خودشون نشون بدن و یه مقدار تغییراتی رو درست بکنن. یکی این که به عروس‌ها و دختراشون و پسرهای خودشون پند و اندرز ندن. این پند و اندرز دادن ها باعث میشه که اون حالت دفاعی گرفته بشه، دخترها حالت دفاعی بگیرن به خودشون و ناراحت بشن از حرف مادر شوهر و همینطور مادر زن پسر. باید اجازه بدن که اون دختر و پسر خودشون تصمیم بگیرن در مورد رشد و تربیت فرزندشون. یه مسئله دیگه هم هست من باز میبینم، مسئله مادیه. بله. دخالت‌های مادی که چرا اینو خریدی، چرا همچین ماشین رو خریدی، تو که الان نمیتونستی افورد بکنی، برای چی رفتی واسه این همچین ماشینی رو برای خانومت خریدی یا فلان مسافرت رو رفتی. ما باید یه مقداری بتونیم خودمونو از این خانواده عقب بکشیم و به صورت دور تا دور نگاه بکنیم روی این و اونو قسمتی از پسرمون یا دخترمون و قسمتی از ملک خودمون نبینیم
بتونیم که اونا رو یه مقدار یه مقدار راهنمایی بکنیم. نظر خودمون رو ممکنه دورا دور بتونیم بدیم، ولی نه اینکه بیشتر از اون دخالت زیاد. یکی از مسائل روی موضوع مادی که اشاره کردین، متاسفانه یکی از مسائل اینه که مادر پدرها قبل از اینکه بچه‌هاشون ازدواج کنن نگران اینن که اون ذخیره‌های مادی که بچه‌هاشون انباشتن تو زندگی مشترک نره. اینجاست که خونه های خریده شده رو به اسم مادر پدر میکنن، به اسم برادر میکنن و نمیدونم پس اندازا رو پولش خالی میکنن به اسم، یعنی از ابتدا نمیذارن اون. من همیشه میگم که مدل طبیعی شروع حیات چیه؟ یه اسپرم وارد اوول میشه. دقت کنید ببینید، یک اسپرم وارد فضای اوول میشه. یعنی وارد فضای رشد مادینه میشه. یعنی مرد باید ورود پیدا کنه به فضای رشد مادینه زندگی که زنه، و بعد به هسته، به اصطلاح هسته ها کنار هم قرار میگیرن. اولین کاری که میکنن اینه که پرده هسته برداشته میشه و مواد غذایی درون هسته تقسیم میشه، شیر میشه. بعد کروموسوم ها رو هم سوار میشن و از این اشتراک تغذیه میکنن تا اولین میتوکندریم شروع میکنه به آغاز حیات. یعنی حیات بشر از مشارکت بیدریق آغاز میشه. و این همین مدل برای حیات زناشویی هست، از مشارکت بیدریق. و این نگرانی ها رو وارد زندگی کردن خب یه پیامدهایی داره که کمتر، یعنی بیشترین آسیب رو به اون حس اشتراکی میزنه. بله دقیقا، چقدر قشنگ این موضوع رو توصیف کردین، بقول زیبا بود. بله. دیگه از مشکلات چیه؟ ما تا 5 دقیقه دیگه صحبت میکنیم، بر خطوط رو باز میکنیم، دوستان سوالاتشون رو مطرح کنن. بله، هیچ وقت انتظار نداشته باشیم که فرزندانمون ما رو به همسرشون ترجیح بدن. این یک مسئله خیلی زیاد که این پسر یا دختر اون وسط مثل چیز گیر میندازه که نمیتونن واقعا کدوم طرف رو انتخاب بکنن. میان اون وسط میگن که اگر که این کار رو بکنی فکر میکنم بهتر باشه، و همسر یه چیز دیگه ای میگه و اینا اون وسط گیر میکنن که مادر رو انتخاب بکنن یا همسر. باز حرف زن تو گوش کردی؟ بله، باز حرف زن تو گوش کردی. باز حرف زن تو گوش کردی. بعد خیلی جمله مسموم که من میگم از کلمات مسموم جامعه ماست، پسر زن پیدا میشه، مادر یه دونه است. اوه مای گاد. بله. این خیلی بله. این مهلکه. ببینین چه احساس گناهی رو به اون پسر بیچاره وارد میشه که واقعا نمیدونه چه کار بکنه، واقعا نمیدونه چه کار. زن فراوونه، مادر یه دونه است. بله، اون حالت کنترل دیگه، حالت کنترل پسیو. ببخشید شما رو. یکی دیگه این که به خانواده عروس و دومادمون احترام بگذاریم، اونا رو قبول بکنیم اون شکلی که هستن. ممکنه که دقیقا اون پسر یا دختر اون چیزی نباشه که ما خوشمون بیاد، ولی آرزو داشتیم و میخواستیم که برای پسرمون انتخاب بکنیم، ولی حالا پسر یا دختر رفته الان خوشحالن. سعی کنیم که به اون احترام بذاریم. ممکنه خیلی دوستش نداشته باشیم به اندازه پسر یا دختر خودمون، ولی بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که بهشون احترام بذاریم و همینطور به خانواده هاشون احترام بذاریم. و بتونیم که صمیمانه خوشبختی پسر و دخترمونو از صمیم قلب بخوایم. اینم باز خیلی مسئله مهمیه. یعنی ذوق نکنیم وقتی اونا اختلاف دارن چون فکر میکنیم حالا به ما نزدیکتر میشن. دقیقا.
من این بازیی که توی خانواده ها قبل از اینکه فرد ازدواج بکنه کردیم و دیگه اون بازی رو انجام ندیم. یه مراجعی داشتم میگفتش که من و شوهرم با هم کار میکنیم، هر دو هم پزشک بوده، هر دو کار میکنیم، میایم خونه، من اون سالاد درست میکنه، من غذا رو درست میکنم، میذاریم سر تا مادر میاد از ایران اینجا پیش ما بمونه. میگه را میره میگه بیمیرم واسه تو که زندگی نداری، بیمیرم واسه دکتر شدی ولی باید ظرفم بشوری، مادرت بمیره، کاش کور میشدم نمیدیدم. و اینا اوف من چه شعله ای رو بلند میکنه. حالا یعنی واقعا یه اون پسر فکر میکنه من قربانیم، یا باید سالار این خونه بودم، حالا ببین چه بدبختی افتادم، مادرم هم دلش واسه من میسوزه. و اینا حتی اگر در باطن خصمانه نیست ولی عوارض خصمانه بسیاری داره. دوستان همونطوری که میدونید روال برنامه ماست، از این ساعت 818-301-8000 لطف کنید روی این موضوع به خصوص بمونید. تأثیر تخریبی دخالت‌های والدین زن و شوهر در زندگی خصوصی بچه‌هاشون و تجربیاتی که شما در این قسمت دارین، چه به عنوان مادر شوهر پدر شوهر، مادر زن پدر زن، یا چه به عنوان عروس و داماد، یا چه به عنوان فرزندان چنین خانواده هایی که الان از مادر بزرگ پدر بزرگتون گله‌مندید چون دخالت های اونها آشیانه شما رو برهم ریخت، روی خطوط ما بیاین و در این زمینه اطلاعاتتون رو با ما در میون بذارید. ادامه بفرمایید تا خطوط ما روشن شه. بله، همونطوری که گفتین، حالا فکرشو بکنین اون پسر اگر که نتونسته از اون مادر جدا بشه و به صورت ایندیویدوال فردی زندگیشو شروع کرده باشه، چه تأثیر فوق‌العاده‌ای میتونه روی پسر بذاره؟ بله، همونطوری که گفتین میشه یک دفعه ناراضی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جانم، بفرمایید. سلام خانم. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خسته نباشید. ممنونتون خانم، بفرمایید. خانم دکتر، من شاید چندین ماه میخوام با شما تماس بگیرم ولی متاسفانه نمیشه. بله بله. و همیشه از این مسئله از شما شنیده بودم که فقط یه طرفه قضاوت میکنه. بله بله. اما تلویزیونتونو ببندین. بله بله، چشم، الان همین. ولی خانم دکتر، این کسی که میشه مادر و مادر شوهر، اینا مال 100 سال قبل نیستن. فکر نکنم این چیزایی روزا باشه، اگرم باشه خیلی کم هست. اما مادر شوهرایم که با تمام وجودشون برای عروس و پسرشون احساسی به اونا دارن که بهترین باشن، کنارن، کاری ندارن، وقتی میبینن 3 ماه 5 ماه یک دفعه احترام محبت، ولی واقعا حق اونا رو نیستش که هیچ وقت نوه هاشون نبینن. مادر شوهرهایی که با کلاس بالا، با فهم بالا با عروس رفتار میکنن، و این هم به اونا یه ظلمه. لطف کنین اونوری هم یه مقدار صحبت کنین. من اجازه بدید، اجازه بدید من از شما چند تا سوال کنم. شما بله. با همه این تعریفایی که کردید از به اصطلاح برخورد متمدنانه خودتون با عروس، چرا عروس نواها رو از شما دریغ میکنه؟ میکنه. میدونم چرا. از روز اولم نمیخواد. الان نوه هارم دیگه یواش یواش دارن بزرگ میشن و هیچ کداممونم نمیتونیم صحبت کنیم، یعنی اهل گلگی نیستیم، حتی که 6 ماه نبینیم، وقتی میبینیم با تمام وجودمان محبت میبینیم. چشم، من اینو بررسی میکنم. اتفاقا افتاده، اصلا فکر میکنی دیروز نواته، یعنی اهل گلگی نیستیم، لحاظ مالی احتیاجی نداریم. بله. ما اونجا بانوی عزیز ببینیم، بانوی عزیز همه چی محبت چشم. میکنیم. اجازه بدید ما اینو بحث میخواییم کرد. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم.
میخواید شما یه نوت کوچولو رو این بزن. بفرمایید دوست عزیز. جانم بفرمایید. من الان برنامه شما رو میدیدم و خیلی جالب راجع به مسائل صحبت میکنید. فقط یک نکته کوچیکی دارم. در یک مواردی که بعضی از عروس ها واقعا خانواده شوهرشون رو میخوان کاملا کات کنن از زندگی این مرد و نمیدونم حالا به خاطر چه مسائلی که خودشون در زندگی خانوادگی خودشون، پدر مادر خودشون یا از مادر خودشون یه همچین چیزایی دیدن که در دورانی که توی خانواده زندگی میکردن این مسائل پیش اومده و مادر خودشون این کارو کرده، حالا اینها هم طبق همون مسئله میخوان خانواده شوهرشون رو کاملا کات کنن. مثلا هر چی که نسبت به خانواده شوهر خوب نیست ولی کاملا خانواده خودش وارد زندگی اونا میشه، یعنی واقعا خانواده شوهر اه اهه و خانواده خودش به بهه. حالا در این جور موارد آدم باید چی کار بکنه؟ چشم، مرسی. ما این دوتا سوال رو بفرمایید. این دوتا سوال، بله، اینم ایشون درست میگن. خیلی از خانواده ها هستن که زن و شوهر وقتی که وارد ازدواج میشن و زندگی رو شروع میکنن، عروس اون خانواده حالت گاردد میگیره و فکر میکنه که الان باید به طور کامل اون شوهر رو برای خودش نگه داره و مادر شوهر و خواهر شوهر رو کاملا کنار بزنه. اونم هستش، بله، حقیقتیه که من اونم زیاد دیدم و باید روش کار بکنن دیگه. پسر و دختر باید مقدار خیلی زیادی بتونن روی این مسئله کار بکنن. و من یکی از تجربیات کلینیکی این هست که معمولا مواردی که دختر اصرار زیاد میکنه برای کات کردن خانواده پسر، مواقعی هست که همسر یعنی خود پسر کاملا استقلال زندگی زناشویی خودش رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی به عبارت دیگه زن احساس میکنه، همون که گفتم، خورش تو یه قاشق میخوره میگه مال مامان بهتر بود، نمیدونم، یا میگن بریم خونه ببینیم، میگن که زنگ بزنیم مامانم بیاد ببینه این خونه چجوریه. وقتی که زن خونه یعنی همسر احساس میکنه که شوهرش مستقلن رابطه خودشونو، زندگی اقتصادیشونو، و مثلا فرض کنید دو تا زن شوهر جوان میخوان 6 تا همکارشون رو دعوت کنن، یهو پسر یعنی شوهر میگه که زنگ بزنم مامانم هم بیاد، مامانم تنهاست. معمولا وقتی که مرد خانواده میخواد بیش از اون حدی که همسرش آمادگی داره فامیل خودش رو بذاره وسط میز زندگی، اون وقت یه همچین مقاومتی به وجود میاد. این یکی از مواردشه. ولی نکته اینم که خانم اول اشاره کردن که بعضی از دخترها به دلیل تجربیات تلخ مادراشون قبل از اینکه اصلا خانواده شوهر رو بشناسن یه گاردی میگیرن، اینم درسته. و متاسفانه من اینجا گاهی اوقات به زنان و مردان جوون میگم اگر شما بدونید که مادر بزرگ و پدر بزرگ چه ثروت عاطفی برای نواهاشون یا برای بچه های شما هستن، من یکی از شیرین ترین خاطرات زندگیم اوقاتیه که با پدر بزرگ گذروندم، با مادر بزرگ گذروندم. من تو مطبم مدارک تحصیلیم، در یکی از مطبام حداقل مدارک تحصیلیم به دیوار نیست، عکس مادر بزرگم بالای سرمه. مادر بزرگی که از او قصه های شیرین به یاد دارم، مادر بزرگی که از او مهربونی های بسیار به یاد دارم، مادر بزرگی که من میرفتم از مادرم بهش شکایت میکردم و من گوش میکرد حرف منو، و بعد از این که یه خورده من آروم میشدم میگفت خدا یک مو از سر این مادرت کم نکنه، به دلیل این که اون کسی که تو رو فقط میتونه
حفاظت و حمایت کنه مادره. و بعد من یهو تکون میخوردم که من مثلا حتی گاهی اوقات مثلا حرف بدم میزدم پشت مامانم و تینیجر دوام میشد با مادر، میرفتم میگفتم این دیوونه است، این نمیدونم این کارا رو میکنه و اینا، گوش میکرد و بعد منو آروم میکرد. بعد اون وقت مثلا قصه یه دختر یتیم رو میگفت که مادر نداشته و بعد مادر زن پدر باهاش چیکارا میکرد. و بعد من خیلی یهو به خودم میومدم و اینا. بنابراین اگر زن و شوهری واقعا بچه هاشون رو دوست دارن، باید بدونن این چه ثروت عاطفیه که بچه شما میدونید که الان نقش مادر بزرگ پدر بزرگ انقدر جدی در زندگی بچه ها هست و رشد عاطفیه اونا و هیستوریکال کانتینیوتی یعنی تداوم تاریخی خانواده، که در ایست کوست یا مناطق شرقی آمریکا که از نظر تمدنی جلوتر از غرب آمریکا هستن، اینها در شهرداری ها تونستن نفوذ کنن بر اساس آمارهای علمی که در خونه های کوچیکی که فضای زیاد هم نداره و شهرداری اجازه نمیداده که برای مادر بزرگ پدر بزرگ یه خونه بسازن، یه آپارتمان کوچولو بسازن، یه مهمون سرای کوچولو بسازن که کنار نواهاشون باشه، الان شهرداری ها این اجازه رو میدن. Grand Parents Guest House در یه فضای کوچیک هم اجازه اینو میدن، از بس که این مهمه. او ببخشید، بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، سلام عرض. تلویزیون رو ببندید. بله بسته شد. بفرمایید. خانم فرمودی چیزی که شما میفرمایید الان این در امریکا اتفاق افتاده یا در ایران؟ کدوم چیزا که گفتن؟ این صحبت هایی که داری شما میفرمایید راجع به پدر مادر و این چیزا، اینا چیزایی که در امریکا اتفاق افتاده؟ آره دیگه، ما اینجا نه، ما اینجا پرکتیس میکنیم. نه متوجه هستم، یعنی تعریف هایی که میکنید مال اینجاست، کیسای اینجا. بله بله بله، متوجه شدید علت اصلیش مهاجرت بی مورد در امریکا بوده؟ منظورتون از مهاجرت بی مورد یعنی چی؟ خب خدا رو شکر حالا دیگه یه انقلابی در ایران پیش اومد، یه عده که حتی از ولایت خودشون تهران هم نمیدونستن کجاست اومدن و بعد پناهنده سیاسی بگیر و بیا امریکا و بیا اروپا. اینا کسایی هستن که تو ایران هم به همین حالت بودن، یعنی شما همه رو نباید بیا چوب برونید. نه خب مگه ما گفتیم همه اینطورن آقا؟ مگه ما گفتیم همه اینطورن؟ خانه فرمادی، بعضی موقع شما خیلی فشار بیشتر از حد میدید. رو من کی؟ من به رشته شما احترام میذارم. به کی فشار میدن؟ ببینید، برگردیم به 4 هفته پیش که جناب عالی در برنامه‌تون فرمودید رفتید شیخ خلخال چیه اون یارو که مرد، ایشون رو آورده بودید، رفته بودیم پیشوازشون و آقای مهندس بازرگان رو دیدید و فلان اینا. اون موقع شما استاد دانشگاه بودید. بله بله، شما باید خیلی بیشتر از اینا فکر میکردید. خب نفهم، خب نفهم بودم آقا. داریم نتیجه‌شو میبینیم آقا. نفهم بودم، ممنون، ولی به اینجا چه ربطی داره؟ بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. ببخشید من اینجا یه تصحیحی بکنم، اینو فقط گفتم برای اینکه شما دلتون آروم بگیره و الا من احترامی رو که برای مهندس بازرگان داشتم در طول تاریخ تا زنده هستم اون احترام به جای خودش باقیه، چون انسانی بود وطن پرست و شریف. من با دیدگاه دینیش توافق نداشتم، ولی انسانی بود وطن پرست و شریف. من هر انسان وطن پرست شریفی رو احترام میذارم، همونطور که به رضا شاه احترام میذارم. بفرمایید آقا. درود خدمت شما. من میخواستم عرض کنم که اولا دیش که اونایی که هنوز برنامه های تلویزیونی دارن و مستقیم با مردم تماس نمیگیرن، نمیذارن مردم مستقیم سوال کنن، بسیار آدم های بیمحتوایی هستن، چون که ترس دارن و برنامه های سوالاشون از قبل همیشه ضبط شده است. بعد خدمت شما عرض کنم که من به نظر من این مسئله که شما عنوان میکنید در مورد این که خانواده هایی بزرگترهایی میتونن مشکل سازی بکنن، اینا خب در همه جوامع ها هست.
ولی در جوامع ما متاسفانه از بس این رژیم سرکوب کرد، از بس این رژیم حق حقوق بشر مردم رو گرفت. بیکاری زیاد است، مردم هیچ چاره ای ندارن، همه با همدیگه وابسته شدن، در نتیجه خانواده ها همه داخل همدیگه هستن، همه دخالت میکنن در کار همدیگه. این مسئله ای که ما در مورد ایران میخوایم صحبت بکنیم فقط باید این باشه که اولین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این رژیم رو عوض بکنیم، بعد که نرمالی، یک حالت نرمالی برسونیم، اون موقع میتونیم صحبت بکنیم در این زمینه‌های اخلاقی، در این زمینه‌های تربیتی. بله حتما. ممنون آقا، ممنون از اظهار نظرتون. بفرمایید در این مورد یک دو تا سوالی که کردن در مورد اینکه این عوارض مهاجرت هم آیا تأثیر داره در این پیچیدگی خانواده ها؟ 100% من فکر میکنم که این، ولی این مسئله برمیگردی، مسئله بیشتر تاریخیه. من فکر میکنم همونطوری که اول برنامه صحبت کردیم، این مسئله یه که پدر مادرهای ما و پدر بزرگ مادر بزرگهای ما اینجوری باهاش رشد کردن. مسئله خانواده گسترده است در برابر خانواده هسته‌ای. بله. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستی. بفرمایید جانم. بفرمایید. سلام خانمم، بفرمایید. جانم ببخشید، مثلا خواهش کنم که کلمه فرافکنی رو در روانشناسی اگر لطف کنیم که بفرمایید که چه معنایی داره، چون به نظر میرسم اینچه که در دیکشنری ها نوشته شده، به خصوص در دیکشنری های روانشناسی، با اون چی که در رسانه ها و در تفسیر خبر و در تلویزیون راجع بهش صحبت میشه کاملا متفاوته. متشکر میشم در مورد فرافکنی صحبت ببرم. چشم. ببینید، معنی رایج فرافکنی این هست که من آن چرا که در درون خودم به لحاظ حسی، عاطفی، باوری تجربه میکنم ولی دسترسی مستقیم به این تجربه ندارم، بر دیگری بر میتابانم و وقتی برو بر تاباندم و به او نسبت دادم، یعنی مثلا فرض کنید من آدم خسیسی هستم، هر کسی رو که میبینم میگم خسیسی این آدم منو دیوونه میکنه، یا من آدم دروغگویی هستم، هر کسی رو میبینم میگم که دروغ میگه. مثلا الان نمونهش در میدان سیاسی، فرض کنید افرادی در رأس قدرت هستن که خودشون مکرر و مکرر و مکرر حقیقتها رو وارونه جلوه میدن و مثلا میگن که وسایل ارتباط جمعی آمریکا اخبار کذب پخش میکنن، ضد آمریکاست. بله، یا دشمن آمریکا هستند. بنابراین فرافکنی یعنی آنچه را که من در درون خودم تجربه میکنم ولی آرزو میکنم که تجربه نمیکردم، در نتیجه بر دیگران میتابانم و به اونها نسبت میدم. ما یه چیزی تو فارسی داشتیم، میگفتیم کافر همه را به کیش خود پندارد. خب تقریبا یه معنی فرهنگ کوچه بازار همین پروژکشنه، یا یه چیزی میگفتیم درویش هرچی تو کشکول خودشه تو کشکول بقیه میبینه. شما چیزی اضافه میتونیم بکنیم به این پروژکشن، فرافکنی؟ نه، خیلی قشنگ توضیح دادین. دقیقاً اون چیزی که ما خودمون نمیتونیم قبولش بکنیم و ناراحتیم باهاش، اونو پروجکت میکنیم به طرف مقابل. حالا جامعه میتونه باشه، میتونه همکارمون باشه، همسرمون باشه. مثلا این، حالا این تلفنو میگیرم بعد یه توضیح دیگه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هست. تلویزیون خاموش. سلام خانم دکتر، میخواستم در مورد این سوال امشبتون برای افرادی که مثلا مادر اون سلطه‌گری های خودشو داره ولی فرد ولی شوهرم متاسفانه دهن بین باشه، اون عروس باید چی کار کنه؟ مادر شوهر تسلط خودشو داره؟ سلطه‌گر، بله. مثلا نظر خود روانشناسایی که ما باهاشون مشورت کردیم این بوده که مثلا اصلا به حالت بیماری ایشون
سلطه‌گری دارن بل. و شوهرم یه بچه آخر بسیار وابسته و خب فهمیدم بیم. فهمیدم. بفرمایید دوست عزیز با شما هست. الو روزتون بخیر خانم فرمودی. من برنامه شما رو نگاه کردم، خیلی جالب بود. ولی میخواستم با اجازه تو یه چیزی بگم در مورد اون خانم که صحبت کردیم که مادر شوهرش تو اتاقش میخوابید، صاحب دو تا بچه هم شده. من میخواستم بگم در واقع اون خانم باید معالجه بشه نه بقیه، چون اون خانم بیمار بود که با این وضعیتش قبول کرده، یعنی هیچ راهی رو نخواسته پیدا بکنه یا اینقدر سست و بی‌اراده بود که به این مسئله تن داد که ممنون. بعد از مثلا اینکه دو تا بچه دار شد تازه به این فکر اومده افتاده که جدا بشه. بله چشم خود... ممنون. خب در مورد سوالی که اون خانم کردن که وقتی مادر شوهر سلطه‌جوئه و بچه به خصوص پسر آخرین پسره و خیلی هم دهنبینه یا متکیه، چه توضیح میتونید بدید؟ بله خب ما اینجا هستیم که کمکشون کنیم دیگه، باید بیان تراپی و بتونن اون ریشه یابی بکنن که ببینن این مسئله از کجا میاد و بتونن کمک بکنن که یواش یواش خودشونو از خانواده جدا بکنن و بتونن به حالت همبسته با خانواده برخورد بکنن نه وابسته. بله من یه نکته رو که در اینجا با تجربه آموختم این هست که جنگ با همسر برای اینکه مادرت سلطه‌جوئه به هیچ نتیجه ای نمیرسه، بلکه اگر او یک نوع اتکای عاطفی به مادر داره که مادر هیچ وقت نذاشته این اتکا از بین بره، چون مادر، من همیشه میگم مادری رو باید از مرغ آموخت، مرغ جوجه هاش یعنی تخم زیر برش نگه میداره تا جوجه میشه، جوجه ها در میاد بیرون دونه دهنشون میذاره، ولی مراقبه، اولین لحظه ای که میبینه جوجه نوک زد به زمین یعنی میتونه غذای خودشو دیگه بخوره، تا میان دنبالش را برن از پشت با پا میزنه، یعنی برو دنبال کار خودت. مادر سالمم استقلال بچه رو پرورش میده چون میدونه راه سلامته. مادر محتاج، اکثر یه خانمایی که با شوهراشون رابطه ندارن پسراشون رو باز خودشون میکنن نایب شوهر و با اون عشق میکنن، با اون کنسرت میرن، با اون خرید میرن، با اون نمیدونم از آرزوهاشون حرف میزنن و اینا. در این موارد این وابستگی رو چاقو برداشتن بریدن معمولا موجب مرگ عاطفی همسر میشه، یعنی اونا رو ضعیفتر میکنه، موجود ضعیف هم بیشتر میره زیر بال سرتگر. بهترین راهی که من پیدا کردم اینه که همسر با مهربونی، با حمایت، با دادن استقلال به همسر، او رو متوجه یک زیست مستقلانه بکنه. این یکی از راه‌های بهتریه. ما فقط 40 ثانیه وقت داریم، شما برنامه رو تموم کنید. بله خیلی ممنون، متشکر. از تلفن تماس با شما چیه؟ 818-620-6646. یک بار دیگه تکرار کنید، 818-620-6646. بله من خانم شریفی رو به این دلیل به شما دوستانی که مکرر به من تلفن میکنید و میگین بیمه قبول میکنه من با شرمندگی، میگم نه، با ایشون میتونید تماس بگیرید. من از شما برای شرکتتون در برنامه بسیار ممنونم و این رو هم خدمتتون میگم که این یک شنبه آینده در مؤسسه ابن سینا ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر مراسم یادبود بانوی نازنین خانم فرشته بازرگان، دختر مهندس مهدی بازرگان که هفته گذشته در استنفورد در اثر بیماری سرطان ریه به اصطلاح درگذشتند، خدمت شما میگم. این مراسم در ابن سینا هست، برای کسانی که مایلند برای یادبود این بانوی فرهیخته، بانوی مهربان، بانوی نیکوکار، برای خدمات نیکوکاریشون برای ادای احترام به خانواده بازرگان در اون مراسم شرکت داشته باشند، در ابن سینا برگزار خواهد شد. یاران عزیزان، تا هفته دیگر، روزگارتون خوش. ممنون از شما.